دوباره برگشتیم و صبح تمام هموطنان عزیزم بخیر باشه و خدا کنه تا این لحظه از صبحتان به خوبی سپری شده باشه و بخشایی که ما تقدیمتان کردیم از طریق برنامه صبح زندگی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. کسایی که تازه از خواب بیدار شدن صبح شما هم جداگانه بخیر، کسایی که صبحانه نوش جان کردن نوش جانتان باشه. پیشتر هم بر شما عزیزان گفتیم که مهمان عزیز را با خود داریم از طریق اسکایپ. حالا هم رستم جان مهربانی بریم به طرف مهمان که زیاد منتظر نمانن و صحبت های خوبشون همراه ما داشته باشه. بله روی جان، در این لحظات برنامه هم مهمان بسیار عزیز ما روی خط اسکایپ با ما هستن، آقای سهراب صمیم، شاعر و نویسنده و همچنان سفیر جوانان در سازمان های مختلف که در رابطه با جوانان و مشکلاتشان صحبت های زیبایشان را با ما و شما شریک می سازن. سهراب جان سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدین و صبح زندگی. سلام، صبحتان بخیر، امیدوار هستم خوب باشید و تمامی بینندگان عزیز را خوش آمدید میگم به برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا و امیدوار هستم هر جایی که هستید از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشید. بسیار تشکر، سلامت باشین، انشاءالله که شما هم صبح بسیار مقبول و زیبا را آغاز کرده باشین. تشکر، سلامت باشید. ابتدا می‌خوایم که نظر خودت را در رابطه با مشکلات عمده جوانان در افغانستان داشته باشیم، چون که خودت هم در سازمان‌های مختلف کار و فعالیت داشتی و منحیث سفیر جوانان بودی، طبعا که بیشتر آشنایی داری با مشکلات عمده جوانان. میشه بر ما بگویی که از دید خودت کدام موضوعات مشکلات عمده را در قسمت جوانان تشکیل می‌دهد؟ بله دقیقاً، چنانچه شما یادآور شدین جوانان در افغانستان مشکلات زیادی دارند. یکی از عمدترین مشکلاتشان مشکلات اقتصادی و مشکلات تحصیلی است که از نگاه تحصیل نمیتونن درست تحصیل خود را ادامه بدن. در افغانستان بیشتر از 3 میلیون طفل دور از مکتب هستند و به شکل جوانان زیادی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و به دلیل امکانات کمی که دارن نمیتونن تحصیل خود را درست و پیش ببرن. و همچنان بیماری فراگیر کووید 19 که مدت یک سال میشه در تمام جهان چیو کرده، در بخش تحصیلی جوانان مشکلات زیادی را وارد کرده، زیرا دروسشان آنلاین شدن زیادرشان بخاطر حتی بخاطر مشکلات مالی نتونستن به دروس خود ادامه بدن و ترک تحصیل کردن. هرچند من سال قبل با جنوب آسیا با کشورهای جنوب آسیا یک کنفرانس بین المللی داشتیم ما و من زیادتر مشکلات جوانان را یادآور شدم از طرف سازمان ملل برگزار شده بود و کشورهای جنوب آسیا برای ما وعده سپردن تا در سالهای آینده و جوانان افغانستان کمک‌های بیشتری انجام بدن و ما امیدوار هستیم که جوانان بتوانند در یک فضای صلح و صمیمیت و دور از دغدغه و دور از بیماری کووید 19 بتوانند به تحصیل خود بیشتر ادامه بدن. بسیار عالی. سهراب عزیز، حالا میشه بگویی بر ما که موضوعات ناامنی و مشکلات ناامنی چقدر تاثیر گذاشته بالای پیشرفت و ترقی جوانان در افغانستان؟ خب، مشکلات ناامنی یکی از یک مشکل بسیار عمده کشور ما است متاسفانه و در بخش دروس و در بخش جوانان گفته میدانیم که از نگاه ذهنی ذهنشان آرام بوده نمیتونند، درست نمیتونند با ذهن آرام و فکر آرام به دروس خود ادامه بدن و همچنان مشکلات امنیتی باعث میشه تا که زیادتر دختر خانم ها در وطن ندوانند و دروس عالی و یا بعد از ختم دوره مکتب بتونند دانشگاه را شروع کنند و این یک مشکل عمده است و همچنان اجازه که از طرف فامیلایشان برشان داده نمیشه باز هم برمیگرده به مشکلات امنیتی، زیرا اگر فضای صلح و صمیمیت باشه اما میخواند تا بروند و تحصیل کنند در دانشگاه و یا مکتب و در این بخش قشر اوناس بیشتر سر میبینه، زیرا مثلا ما شما شاهد هستیم که زیادتر دختر خانم ها بایشان رفتار خشونت آمیز میشه و برشان اجازه داده نمیشه تا مکتب و یا دانشگاه برن و اینا چالش هایی است که به خاطر مشکلات امنیتی پیش آمده است. بله سهراب جان، از دید خودت سالانه تعداد زیاد از جوانان که کشور ترک میکنن به قصد از اینکه کار مناسب در کشورهای خارجی پیدا بکنن چقدر ما سبب میشه که نیروی جوان خود را و کادرهای تحصیل کرده خود را از افغانستان از دست بدیم؟ بدبختانه همه ساله جوانان زیادی استعدادهای زیادی از کشور فرار میکنن و زیادترشان مشکلاتشان وقتی که از پیشان پرسان میکنیم تنها جوابشان امی است که برای ما فرصت کاری وجود نداره، اگر در صورتی که ما تحصیل خود را ادامه بدیم و ختم کنیم باز هم به دلیل مشکلاتی که در وطن هست، هم مشکلات اقتصادی، هم مشکلات امنیتی و هم مشکلات دیگه که برشان فرصتهای کاری، زمینی کاری برشان فراهم نمیشه، اینا مجبور میشن تا به کشورهای خارجی برایندشان
و چنانچه شما بهتر میدانید افغانستان دومین کشور است که در سطح جهان بیشترین آمار پناهجو را دارد در جهان و بسیار زیادتر تمام و قشر تحصیل کرده ما از کشور را ترک میکنند و این خیلی یک خبر متاسف کننده است نه تنها برای ما و تمامی افغان ها در صورتی که فضای صلح و امنیت باشند و حکومت توجهی بیشتر داشته باشند حداقل امکانات کمی که دارن و جوانان زمینی کار و زمینی فعالیت بیشتر را در کشور فراهم کنند تا که ما شاهد از این نباشیم که جوانان از کشور فرار کنند و به کشورهای خارجی پناهنده شوند بسیار خوب سهراب عزیز خودت منحیث نماینده و همچنان سفیر جوانان افغانستان تا چه اندازه تانستی که مشکلات جوانان را انعکاس بیتی و حداقل به گوش مسئولین برسانی خوشبختانه ما یک پل ارتباطی جوانان بودیم و همیشه کوشش کردیم صدای رسای جوانان بشیم و در کنفرانس های بین المللی و در کشورهای بین المللی همیشه وقت مشکلات جوانان را بدون از اینکه ترس و یا حراس داشته باشند مشکلاتشان را ارائه کردیم و در مقابل اونا هم تعهد سپردند که در آینده به جوانان کشور بیشتر کمک کنند و هر ساله تعداد جوانان زیادی را از طریق می که سفیر جوانان هستم و در سازمان مختلف فعالیت دارم به خارج از کشور میفرستم اینا را تا که بتوانند تجربه بیشتر کسب کنند کنفرانس های یک هفته ای الا یک ماهه که جوانان میتونند هر ساله اشتراک کنند و کوشش میکنیم هر سال تعدادش را بیشتر بسازیم اگر به طور مثال امسال ما به تعداد 50 نفر را به خاطر اشتراک در کنفرانس ها و کسب تجربه به خارج از کشور میفرستیم کوشش میکنیم در سالهای آینده بیشتر شود و خوشبختانه این شده با کنفرانس های بیشتر امسال در سال 2020 قرارداد کردیم که رسما بر ما اجازه فعالیت دادن و اجازه زیر دادن که بتیم خود را گسترش بدم بسیار عالی توانستیم کمک اندکی که از دستم برمی آمد به جوانان انجام بسیار عالی انشاءالله که موفق باشین و میشه در رابطه به می برنامه های خودتان برما بگوین که جوانان که واجد شرایط هستند چطور میتونن که شامل این برنامه شما شوند و سفرهایی که به خاطر افزایش ظرفیت جوانان شما در نظر دارین در کشورهای خارجی سایر جوانان که علاقمند باشن در افغانستان هم بتونن اشتراک بکنن بله ظرفیت معیارهای انتخاب ما به خاطر عضویت در تیم ما یک سنشان است که از سن 18 الی 30 سال باشند دوم به زبان انگلیسی بلدیت کامل داشته باشند یعنی تسلط کامل بر زبان انگلیسی داشته باشند سوم فعالیت و اکسپریانسشان را ما می‌بینیم در گذشته چقدر تجربه کاری دارند چقدر فعالیت داشتند و چقدر با جوانان در ارتباط بودند و بعد از سفر نمودن چند مرحله اینترویو و بررسی کوشش میکنیم جوانان نخبه‌ای که واقعا کار کردن و زمینی فرصت برایشان به خاطر افزایش ظرفیت و کسب تجربه های جدید در کشورهای خارج برایشان فراهم نشده ما کوشش میکنیم اون استعدادا که محروم ماندن از این فرصت ها دوباره آنها را بفرستیم به کشورهای مختلف و کنفرانس های مختلف و چون در داخل افغانستان و چون بعضی کنفرانس های ارتقای ظرفیت، سخنرانی، دیپلماسی و همچنان شبیه‌سازی سازمان ملل برگزار می‌کنیم تا که ظرفیت جوانان افغانستان را بیشتر بسازیم و همچنان بتوانیم توجه جوانان را و جوانان را تشویق کنیم تا به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر علاقه‌مندی پیدا کنند و بیشتر اشتراک کنند بسیار خوب و آیا این سفرها به صورت کاملا مجانی است یا ای که یک مقدار از پولش را باید خود جوانان بپردازند خب ما نظر به ظرفیت جوان نظر به خلاص سمانی که قبلا داشته در صورتی که تواناییش بیشتر باشه تجربهش بیشتر باشه ما فول اسکالرشپ برشان سفرها را مد نظر میگیریم و در صورتی که ظرفیتشان نسبتا خوب باشه به شکل پارشلی فندید یعنی 50% مصارفشان به دوش خودشان می باشد که از قبیل تکت تیار است تمامی مصارفی که اونجا میرن اونا باز به دوش خود برگزار کننده می باشد که من مینیس سفیر از سازمان ها زمینی زیر فرام می سازم تا که تنها اینا کسانی که نسبتا خوب هستند تکت تیاره خود را پرداخت کنن مصارف بعدی اونجا بود و باش هست مصارف کنفرانس هست و قضایی که اونجا مصرف می کنن اونا به دوش خود برگزار کنند بسیار عالی پس جوانان عزیز هم منتظر باشن و از این فرصت عالی استفاده خوب داشته باشن و میشه مشخصا ذکر بکنین که چه زمان روند جذب جوانان تازه در این برنامه ها آغاز خواهد شد بله
جوانان میتونن از طریق رسانه‌های اجتماعی، از طریق فیسبوک، اینستاگرام با ما وصل شوند. و روند از اینا به خاطر بیماری کووید 19 کمی به تعویق افتیده بود، چون شما بهتر میدانید در تمامی جا دوباره موج دوم کرونا شیوع کرده و زیادتر دانشگاه ها تا دانشگاه کشور رخصت هستند و به می شکل دانشگاه کشور خارجی آنها هم تحت قرنطینه هستند و چون پاندمی که کرونا روز به روز گسترش پیدا میکنه و به محض از اینکه کمی کمتر شود این پاندمی و خطر ابتلا به بیماری کووید 19 کمتر شود، ما کوشش میکنیم که روند جذب جوانان را و روند از اینکه اینا اشتراک کنند در کنفرانس ها ایران آماده بسازیم. بسیار عالی. و بازم میخوایم که صحبت‌های شما را داشته باشم در رابطه به این که چطور یک جوان با این همه مشکلاتی که ما فعلا در جامعه خود داریم میتونه خیلی قوی باشه و مبارزه بکنه و بتونه به اهدافش برسه. خب در کشوری که ما زندگی میکنیم متاسفانه مشکلات هست، در هر جای مشکلات هست، ما باید اینو بپذیریم در کشور ما مشکلات زیاد است، اما این دلیل شده نمیتونه که ما از فعالیت خود توقف کنیم، زیرا اگر که نمیتونیم باعث یک تغییر بزرگ شویم، تغییر کوچکی را در جامعه، در اجتماع خود میتونیم ایجاد کنیم. و من همیشه همواره جوانان را که میبینم تشویق ما و تنها سخن ما برشان می است هیچ گاهی از تلاش دست بر نداریم، زیرا جوینده یابنده است، هر قدر کوشش کنیم بیشتر نتیجه میگیریم و شخصیتی که امروز شما به خود میسازیم ضامن آینده تان است و امیدوار است که جوانان بیشتر تلاش کنند با وجود مشکلات، در کنار مشکلات حداقل کاری که از دستشان می انجام بدن و فعالیتی را که می توانند انجام بدن تا که بتوانند آینده خود را تضمین کنند و بتوانند آینده روشن‌تری داشته باشند. بسیار عالی. یک تعداد از جوانان هم همیشه بیان کردند که مشکلاتشان بسیار زیاد در خانواده همچنان هست، یا ای که از لحاظ مالی یا هم از بعض رفتار والدین با خودشان ناراض هستند و فکر میکنند که افکار اونا با افکار والدینشان اصلا همخوانی ندارند. خود در این مورد چی فکر میکنید؟ چرا بعض از جوانان با خانواده خودشان مشکل دارند؟ خب برمیگردیم به مشکلات اقتصادی، زیرا به خاطر بدلیل مشکلات اقتصادی مجبور و مکلف میشن تا به خاطر پیدا کردن چند لقمه نان حلال مجبور شوند کار کنند و در کنار از این جوانان میتونن فعالیت های اجتماعی را ادامه بدن، فعالیت های فرهنگی را ادامه بدن، هرچند مشکلات با دختر خانم خصوصا بیشتر از افغانستان نمیتونن درست برنامه فرهنگی اشتراک کنند و یا اجازه از فامیل ندارن، اما ما امیدوار هستم که در آینده از طریق آگاهی هایی که از طریق رسانه ها بخش میشه، از طریق پوسترها بخش میشه، ما بتونیم مردم را به این تلقین کنیم تا زمینه فعالیت و رشد بیشتر اطفالشان را و فرزندانشان را بیشتر فراهم بسازند و کوشش کنند تا که فرزندشان یک فرد مفید به جامعه واقع شود. بسیار تشکر میکنم از خودت سهراب عزیز از اینکه معلومات جالب خودت را در رابطه با جوانان و مشکلاتشان و همچنین در رابطه با نهادهایی که جوانان میتونن ظرفیتشان را بیشتر بسازن و ارتقا بدن با ما و هموطنان عزیز شریک کردین. اگر پیام گفتنی از شما باقی مانده باشه خیلی کوتاه میشنویم. در اخیر تنها پیام معنی است که خصوصا از والدین خواهشمند هستم تا جوانانشان را بگذارند رشد کنند، بگذارندشان تا بیشتر تحصیل کنند و بتوانند در آینده کشور را شکل دهند، زیرا نیروی جوان آینده یک کشور است. با امید اون روزی که هیچ طفلی به دور از مکتب نماند و هیچ جوانی به دور از دانشگاه نماند. بسیار تشکر. وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدار. به شما. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.